نمیخواد بگه. برو زمین تنیس، فرشته رو ببر خونه، زود برگرد بیا. بله آقا. بفرمایید صندوق بگیرید. آقا من 25000 تومان بدم، ماهی چند بهم میدید؟ هر 100 تومان 4 تومان. ببخشید. قربونت برم، زحمت کشید. قربونت، بچه منو عنایت کنی من برم. بفرمایید تنیس. آقا. لطفاً. سلام علی جناب. سلام جناب. علی جناب، دوست من کارمند بازنشسته پست بود. 200000 تومان آخر ماه پولی دریافت نمیشه. اگه میشه علی جناب اقلا قربان از کارخونه زنگ زدن روغن جلا سفارش بدین بگیرم. چشم. ها نگاه کن. بگو 200000 تومانو به توصیه که از بچه‌ها بگیرم. چشم. سلام. سلام. سلام آقا. سلام جناب. سلام آقا. سلام. ساعت 11 صبح قرار هیئت مدیره داریم. شرکت خانه ما پیشنهاد فروش 500 مکنده با پولیشر دارن. شرکت ایران و آفریقا تلفن زدن قرار ملاقات فردا رو کنسل کردن. 5 بعد از ظهر در کارخانه پولیکار جلسه مجمع عمومی و انتخابات داره. خب وکیلتون مهندس ریاضی از روم تلفن زد منتظر تماس شما. اجازه آقا. بیا تو. رومو بگی برام. با منزل هم تماس بگیریم. روغن جلا چی شد؟ ببخشید آقا. پیگیری میکنم. چشم. لیست پرداخت سهام دارم. لیست دریافتی. محبی رو بگیر. همه موجودی شرکت رو میخوام. تو همه بانک ها. صادرات، ملت، تجارت، همه. سلام خانم. برو میدون محسنی. پدرتون با هم کار دارن. برو محسنی. بله خب. ساعت یه رو به 12 است. 2 ساعت منو معطل کردی. اجازه بدید. من باید باهاتون صحبت کنم. صحبت کن. من اصلا نمیدونم چه جوری شروع کنم. تقصیر من نبود. خانم. خانم، یه دقیقه وایسین، من باید با تون صحبت کنم. کجا بودین تو این 2 ساعته؟ خری، طوری شده، من بیا عقب بشین. من جام خوبه. زشت جلوی مردم، پاشو بیا عقب. چه ربطی داره؟ حق با خانمه. تو دیگه خفیشو مار مولک. پشو بیا عقب. مامی پیله نکن، من همه حرفمو بهت زدم. باید با بابا صحبت کنم. در بدری کشیدم تا نشستی جای بابای خدا بیامرزد. سرتو بنداز پایین و کارتو بکن مادر. دختری دیوونه. توف به این شانس. برو تو، آقا میخواد باهات حرف بزنه. خانم، برو شما تو به آقا بگو. نذاشتین حرف بزنه. امیر سلام آقا. حرفا و شرطای پدرانه قبلی یاسین بود نه؟ اصلا فکرشم نمی کردم آقا. تقصیر من فقط اینه که سویچ رو بر نداشتم. اون دفعه هم گفتم این که تو چابی افتی هوای یوسف شدن به سرت زده. یاسین بود نه؟ بلند گفتم، کوتاه گفتم، با مهربونی گفتم، با فوش گفتم. من بابام 16 افندی نبوده. خودم هم تو خودترکی درخونگاه و بزرگ شده ای سنگلجم. میفهمی که بله. خب حالا فرض کن گرفتیش. فرض کن منم ناچار شدم آبرو و مقام و شخصیت اجتماعی خودم رو بذارم زیر پام. مثل سگ پرتش کردم جلوت.
تو فکر میکنی یه همچین لغمه ای رو میتونی قورت بدی؟ من که نفهمم شما راجع به چی صحبت میکنی؟ ناکس نالوتی، با زیراوی رفتن و پچپچای مجنونی قاپ دختر منو میدوزی، ننه چخی؟ مادر من کاری نداشته باشین. آبروم، حیثیتم، ناموسم، دخترمو به بازی گرفتی، وقت از ننه دفاع میکنی؟ گفتم به مادر من کاری نداشته باشین. گوره پدر تو اون ننه بزار برداره. آقا تو رو خدا آروم، صداتون همه جا میره، تو در همسایه آبرو ریزی میشه. بره رو گذاشتی جلوی گرگ، اون وقت فکر آبروتی. قلابه کشیدی بالا، دیدی سنگینه، فکری اوزنبرون گرفتی، به همین شلی؟ فکر نکردی این ننگ قورتت میده؟ نه بچه، تو به درد کار ما نمیخوری، اخراجی. فردا صبح برو حسابداری، حق حقوق این چند سالته بگیر و برو. اما هر جا رفتی سعی کن آدم با شرفی باشی. اخراج. هره. خسته نباشی، دیر کردی. یه تکبه رفتم پیش جواد. تنها بودم، فخر و سادات و دخترش اومدن اینجا. به هر زبونی نگرشون داشتم تا تو برسی. مادر، دختره خیلی خوبه. قد بلند، موهای کمن تا کمرش، مظلومی چشاش این آهو میمونه. ما دیگه میریم بطل خانم. ایوا، میوه آوردم. باید شامو بمونی. نه بطل خانم، حالا حتما تا حالا اومدم. جون شما اگه بذارم. سلام علیکم. علیکم سلام. تا شما حال احوال کنینا، من سفره رو انداختم. نه بطل خانم، بچه ها نگران میشن. ایش یه دفعه بچه ها؟ کدوم بچه ها؟ ماشالله هر کدوم واسه خودشون مرد. با همه اینا خستن، علل خصوص حاج آقا. ما رسممون نیست که زن خونه نباشه. اذیتش نکن عزیز. خب دیگه با اجازت. به خدا سپردم. سرگرم بودم، دیدم بود دود میاد. دختره دمکنی رو برداشت و یه سیب گذاشت رو برنجا. با این که هیجدهش تموم نشده، فهم و شعورش به 30 ساله ها میزنه. زن زندگی، صورتم که نگو، این قرص ماه. دیدیش که یه نظر حلاله. بس عزیز، سفره بابا دیده است، کس و کار داره. به فهمی نفهمی یه جوری من حرفو پیش کشیدم. سرخ شد این گل انار، مونده تو پا پیش بذاری. یه دست گلی، یه جعبه شیرینی. طوری شدی؟ بیکار شدم عزیز. واسه چی؟ اونم حالا؟ یه سر رفتم پیش جواد، قرار شد تا کار پیدا کنم روزی دو سه تریپ کمکی برم آژانس. چرا شامتو نمیخوری مادر؟ میل ندارم. شکرت. نگران بودم فقط قد و بالات به اون خدا بیامرز رفته باشه. عقل کردی مادر؟ با اون همه برو بیا روزت سیاه بود. داماد که چی بگه؟ یعنی چی عزیز؟ نمیدونم مادر. سلام. سلام. امیر خونه؟ بله آقا، داشت میخوابی. سلام آقا. ده، 20، 25. 8 صبح اداره گذرنامه خیابون ستارخان، بلدی که میری قسمت نخست وزیری باید پاسپورت بگیری، میری طبقه سوم گذرنامه تقاضا میکنی، بعد 10 روز دیگه ای سر و صدا عقدش میکنی تو محضر، بعدش هم ورش میداری و میری، خوش سرت هم نگاه نمیکنی. روشن شد؟
من نمیفهم شما چی دارین صحبت میکنی. میفهمی؟ خود تو زدی به اون را. آقای ظفرلو بفرمایین بشینین. چایی، شربتی، شیرینی. این بچه توه؟ بله. اگه دوستش داری بگو از دوز و کلک بیاد بیرون، وگرنه سیاپوشت میکنم. خدا نخواد. واسه چی؟ واسه اینکه نامرده، واسه اینکه جگرگوشم ازم گرفته، واسه اینکه یه دختر داشتم. میفهمی؟ بله میفهمم. نه نمیفهمی، نداری که بفهمی. سر مادرم داد نزن. تو جلوم بر یادش دادی فرشته الان تو مریض خونه خوابیده، یک کیلو سم خورده، دیر رسیده بودم مرده بود. به فلای علی تیکه تیکت میکنم، به روز سیامشونمت کاری میکنم سر بلند نکن. آقای ظفرلو، اینه که زایدی کیسینجر از کار در اومده، قدم به قدم، مرحله به مرحله. تو یادش دادی خودکشی کنه؟ آره. اول عقدش میکنی بعدشم پرواز. حالی جا خودم حالیش میکنم. بفرمایین بشینین یه چیزی میل کنی. صبح اول گذرنامه، بعدشم میای دفتر، دیرم بیای میدم لتو پار بیارنت. بعد از اون که در خدمتون به کارخونه رنگ رفتیم، خواهش میکنم روی کارخونه رنگ من درنگ کنیم. اگه قصد کوچیک کردن نداشتم نمیفروختمش. رو کارخونه من نمیشه قیمت گذاشت. رنگ تو این مملکت واقع میگم اومده بود، یه چیز لازم و ضروریه رنگ. آقای جوادی ملاحظه کنید. آقای جوادی خواهش میکنم. من بهشون گفتم شما جلسه دارین. اشکال نره، بیا تو. اگه جایی که قرار بود طرفتی؟ ده، بیست، بیست و پنج. من از ایران نمیرم. یه مادر دارم که با دنیا عوضش نمی کنم. نه چشمی به مال شما دارم، نه چیزی به فرشته خانم یاد دادم. زنگ گرفتنم شرایط خودشو داره. باید بهم بخوره. به زندگیم، خلق و خوم، مادرم، فک و فامیلم. من خارج نمیرم. خیلی میبخشین آقای مفتخری. خواهش دارم آقا. اینو میبری پامدار، دهم برج. نه تو حواست بود نه من. خدا رو خوش نمیاد بیخرچی بمونم. با ماشین برو. اگه گوشموشتی چیزی خاص براش بگی، بعدش هم یه سر برو منزل. خانم خرید مرید داره. امشب آقای مفتخری و چند تا دوستان شام تشریف میارن منزل ما. تشریف میارین که؟ شرفیاب بشه. قربون شما برم. چرا بایستادی؟ بالاخره باید یه فکری واسه این حرفا بشه. من نمیتونم آقا. میبینی که الان کار دارم. برو سه و از دور بیا کارخونه رنگ، اونجا حرف میزنیم. برو. باشه. گرفتن یک کارمندارم باز برطرف کنی. میبخش. سلام علیکم. سلام پسرم، بیا تو. باید برم ایشالله. او ماه تا ماه ده دقیقه. عشق که پایین نمیاد، بیا تو. دلم پوستید از تنهایی. اگه دستی به سر گوشه اینجا میکشید مستعجل که نه، کسی رو میابردم تا مونسم باشی. با آقا گفتم اون دفعه جوابی نداد. نبایدم بده. اون فقط قدسی و دخترش رو میبینه، انگار نه انگار که پسرم داره. گناهش اینه که مادرش منم. نامش هفته پیش اومد، نیومدی، دادم حاج عباس برام خون. نوشته درسش که تموم بشه برمیگرده. ای اگه عمری باشه دو سال دیگه. امان از قدیر. نه یه قدمی نه حرفی. خیلی پیشا با زیدای تو که پا سر میزن. گرفتار مولی خانم، کارش خیلی زیاده. داره تو رو این خودش بار میاره. خوب بلدی ماله کشی کنی. بیا بشین چیزی برات بیارم. زحمت نکشین، واسه برم.
اخلاق آقا رو که میدونی. اقلن یه چایی؟ تو که میدونی سماورم همیشه جوشه. با نامش اومده، هم کلاسیشه، نوشته بیاد زن ایرونی میگیره، برگرده براش دست بالا میکنم. عزیزت چطوره؟ خوبه، اگه فرصت شد میارم شماره بریم. از بس بیرون نرفتم خیابونا رو گم میکنم، وگرنه یه سری بهش میزدم. هوش و حواسم که ندارم، همه فکر و ذکرم پیش رضاست. همینجا باش تا برگرد. بیا بریم. ماشینتون ایرادی داره؟ بله، چطور مگه؟ درست زیر تابلوی پارک ممنوع ایستادی. کارتون تموم شد، لطفاً زودتر حرکت کنید. بله، ببخشید جناب سر. خواهش می‌کنم. حتماً. خانم بفرمایید عقب بشینید. بریم. خانم گفتن صبر کنم تا برگردم. بفرمایید عقب بشینید. خواهش میکنم. من باید با تو حرف بزنم، میری یا بخورم، اینو جدی میگم. من باید وضعم روشن بشه، با تو، بابا، مادرم. من باید بدونم کی هستم، باید بدونم میتونم زندگی کنم یا نه. باشه، وضع منم باید روشن بشه، شاید اینطوری بهتر باشه. جایی خاصی رو برای صحبت کردن در نظر داری؟ نه، منتظرم شما شروع کنید. بگید. من با کسی دعوا ندارم. گیری افتادیم. ببین خانم. به من نگو خانم. تو از من چی میخوای؟ میخوای برات چی کار کنم؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ خوب نیست، خوب نیست، بیا بالا، زشته. مگه نگفتی میخوای حرف بزنی؟ ده بزن! بگو گناه من مادر مرده چیه؟ بگو چی میخوای؟ بیا بالا زشته، ممکنه دوستی آشنای کسی ما رو ببینه، بیا بالا. لعنت بر شیطون. تو نمیتونی بفهمی، شاید هم نمیخوای. گناه من فقط اینه که بابام قدیر زفنلوه، میلیاردره. چرا نباید بتونم زن کسی که میخوام بشم؟ فقط واسه اینکه خونمون الهی است، ماشینمون بنزه، پدرم میلیاردره. اینه گناه من؟ نانجیبم، بیسوادم، بیریختم. حرف بزن، چرا از من فراری هستی؟ چرا فکر میکنی من لایق تو نیستم؟ مگه تو کی هستی؟ بگو کی هستی؟ یه آدم خودخواه. تو غرور منو خورد کردی، تو منو شکستی. میدونی چی آرزوی ازدواج با منو دارن؟ اگه دختر پاکی نبودم، اگه عاطفه سرم نمیشد، خیلی پستی امیر، خیلی. این انتخاب درستی نیست. من کسی نیستم که بتونم تو رو خوشبخت کنم. دنیای ما با هم خیلی فرق داره. تنیس، شب نشینی، اسب سواری، من ارزش‌های زندگی رو تو چیزهای دیگه می‌بینم. یه مادر دارم که جز برای خرید پاش از در خونه بیرون نمی‌ذاره. حقوق یه ماه هم اندازه پول تو جیبه یه روز شماست. من می‌خوام زنم مادر باشه، مثل عزیزم. می‌خوام روزای جمعه که می‌برمش پارک. من نمی‌دونم چجوری باید بگم. تو نمیتونی بفهمی، خیلی چیزا هست که باید فهمی، نمیشه فهمون. من نمیتونم تو رو خوشبخت کنم. از کجا میتونی؟ مگه تو پیشگویی؟
چرا فکر میکنی عقل کلی؟ چرا فکر میکنی همه چیزو درست میفهمی؟ فایده نداره. حتی اگه تو بخوای منم بتونم، خوشبختی تو کار نیست. میشم یه مادر مثل عزیزت، اونجوری که تو میخوای میشم. میشم غمخور تو و مونس عزیزت. قول میدم با دار و ندارت بسازم. به من نه نگو امیر، دوست دارم زندگی کنم. سلام عرض میکنم قربان. برو بیرو. نشین. بزمکه یه پاپتی. بابا خواهش میکنم. خفه خون بگیر. خدا این کور. دوره آخر زمونه. انگار نه انگار که دختر داشتم. انگار میکنم تو همون 3 سالگی که دیفتری گرفتی مردی. بابا خواهش میکنم رضایت بدم. رضایت بدم؟ دیشب رفتم منزلشون، پول بهش دادم، گذرنامه بگیره برات داره بره. نمیره. با یادت باشه تا وقتی که من زندم دوروبر من نگرد. فردا صبح ساعت 9 تو همون محضری که معاملاتمون انجام میدیم عقدش میکنیم ورش میداریم. فقط یه چمدون داره، نه پدری نه مادری نه ارثی، خودشه و پیرن تنش. همه اموالمو میبخشم به سازمانهای خیریه. اینجوری اقلا یه آخرتی دستپا میکنم. ساعت 9 عزیزمم میارم. بالاخره همونی که میخواستی شد. یادت باشه اون دنیام نمیخوام ببینمت. بخونش آقا. آقا بفرمید. آقای داماد بفرمید اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بنابر حکم خداوند متعال موظفم اعلام نمایم که مراسم جهت عقد دائم آقای امیر جوادی و دوشیزه فرشته ظفرلو فرزند قدیر منعقد است. براش هم پدر بودم هم مادر. خیلی سخت بود، خیلی طول کشید، یه عمر. مامی تو خیابون بلی مردم نگامون میکنه. من نمیذارم تو بری الان، با این وضع نمیذارم تو بری. باید برات عروسی بگیره مثل همه. ازش جدا میشم. بریم خونه.
خانم با اجازتون من فرشته رو میبرمش خونه، باید براش عروسی بگیره، باید همه رو دعوت کنی. من قدیر رو میشناسم، راضیش میکنم. همین یه دونه دختر رو داری، اینطوری بهتره. مام یواش یواش دور و برمون رو جمع جور میکنه. مام کس و کار داری. راست میگی، جواب در همسایه مشکله. کوتا میاد، مرد و هارت و پورتش. We drive modern cars and we have modern lifestyles. حالا که طرز استفاده از کلمه مدرن را یاد گرفتید، با این کلمه یک جمله بسازید. I am a modern American businessman. What do you like? I do like immigration. اسم عروس خانم؟ فرشته ظفرلو. متشکرم. Do you know where you want to go? Yes. Okay, where? I go to America. دانش آموزان عزیز، مبحث زمان حال ساده به پایان رسید و حالا از شما دعوت میکنیم مبحث زمان حال استمراری توجه فرمایید. بچه کجایین؟ سلام، ما بالاییم. سلام. 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 اوف 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 اوف. وای 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 وای. چی شد؟ اوف اوف اوف. چی شد؟ تموم شد. مدارک رو بسته‌بندی کردم، فرستادم پستخونه. پس منم برات یه نوشیدنی خنک بیارم، خستگی دره. دست درد نکنه. من یکی که خاک ریختم رو شستت. جلال خالق، عجب محشر رول بازی کردی. هرچی اون داشت پخمه و بیبوته است، برعکس تو زرنگ زبل باهوش. یه زنگ زدم به وکیلم روم، گفتم مدارکو فرستادم. گفت آقای ظفرلو، به محض اینکه قبول ازدواج به دست من برسه، دو روز بعد ویزا حاضر. امرو چندامه؟ هفتم. حساب بیستم روم، بیستوم لس آنجلس. اما گوش تا گوش هیچ کسا راه نیفتین خاله خان باجی، خدافظی. چه حرفا؟ میتینگ پیتینگم یه قلم تعطیل. لس آنجلس یه هفته بشینیم پای تلفن. فردا نگی نگفتم ها. با اینا میخوای چیکار کنی؟ میخوان عروسی بگیرن. خوبه، فقط پای منو وسط نکشین. مواظب باش به سر بو نبریم. والا حسابمون با کرام الکاتبینه. تناشون نذار. سایه به سایه دنبالشون باش. پسره به مادرش خیلی حساسه. بالا پایین کن، بگو بشنو، این برامرش کن، واچش کن. من اصلا فکرشو نمی کردم این همه برو بیا داشته باشه، یه ویزا و این همه درد سر. دختر مجرد زیر 25 سال به خصوص ایرونی ویزا بهش نمیدن بره امریکا. خود رئیس جمهور امریکا نمیتونه غلطی بکنه. کی بهتر از امیر؟ Thank you.
میگم عزیز، اگه قرار نیام بی خودی کار تموم نکنیم. ننه عمته، چه حرفا میزنی؟ مگه میشه دعوتشون نکرد؟ بابا راهشون دوره، کرج، یه صبح تاشم از کار زندگی میافتن. عروسیت مادر. امین، چطور ملوک خانومم بگی؟ چی میگی عزیز؟ فرشته اصلا خبر نداره همچی کسی وجود داره، بهش نگفتن. بالاخره چی؟ گناه داره مادر، یه پیر زن تک و تنها، نه بچه ای، نه امیدی. رضا که برگرده مادر، فرشته ازت گله من میشه ها، برادرشی، رو در رو همه چی رو بفهمه بهتره. آقای زفرلو قسمم داده باید پیش من و اون بمونه. مگه داری رازشو برملا میکنی؟ زن اولشه، مادر پسرشه. چه خوب شد منو باهاش آشنا کردی. دل مرده است، تنهاست، خدا برای هیچ کس نخواد. دعوتش کن امیر جان. جواز نشده، همه چه این سابقه جز من و تو. تو چشم نگاه کن، خب این خونه رو به اسمت کردم، یه ملنم گوشتم به حسابت. دو صبح پروازم، نمیدونم، شاید دیگه بر نگردم. به هیچ کس نگفتم. داری فرار میکنی؟ نه، از این مملکت میرم. تنهایی؟ زن بچه تا آدم تو گور نکنن و سنگ قبر رو آدم نذارن ولکن معامله نیستن. من زنت نیستم. شروع نکن ملوک، حوصله ندارم، دارم میرم اونجا، اما دلم اینجاست. این خونه، اون دوچرخه فکستنی گوشه حیات، این اتاقای در و داغون، نمیدونم. اون وقتا شبم شب بود، صبحم صبح بود. شب جمعه داشتیم دور هم. مرمیزونا افطار. چه کارهایی میکردیم. نوزد داوود یادته؟ فرزاد و یونجزا، بلاغ سواری. چشم علی نوی میپستم، پشتک میزدم، میپردم تو آب، نگاه میکرده میخندیدی. گارد ماشین یادته؟ حالت به هم خود شلوغ بود، سر دست گرفتم بلندت کردم رو هوا. 13 سالت بود، تو داشتی عروسک بازی میکردی، منم رو تیر چوبی چراغ لون زنبور خراب میکردن که نشوندنم اون پا سفره عقد. همیشه واسم خوب بود، زنم بودی، رفیقم بودی، همه چیزم بودی. ملوک آقا بودی، آقا. خب دیگه باید برم شام. ملوک رخصت. پس رضا چی؟ دلم میخواد بیاد اینجا، دلم میخواد برای زن ایرونی بگیرم. نگرش ندار قدیر، بفرستش پیش من، دعاگوت میشم. نامهربونیاتو
شبایی که تا صبح تنها موندم، روزایی که از تنهایی آجرایی کف حیاتو شمردم، سال تحویلایی که با قاب عکست سر کردم، همه رو به خاک میسپرم. بذار نفس آخر رو با بچم بکشم، بذار یه دفعه دیگه توی این خونه صدای بچه بلند شه. آتشم نزن ملوک، آتشم نزن. میفرستیش میشه من؟ بد کرد عشقیت کرد بود زنگ گرفت. چیکار کنم دیگه؟ یه هلوفتی میفتی تو چا؟ داری عزیز؟ آره، اما خیلی طولم شد، حقم داری مادر. تقصیر خودت عزیز، بی خودی رو دختر مردم اسم گذاشتی. چادر تو بده به من. زیاد نمیشینم، باید برم. ای دل خوش کردم، امشب مونسی دارم، بمون. آخه شب جمعه عروسی امیره، خیلی گرفتارم، کارت واسط آوردم. مبارکت باشه مادر. دیدیم بدون شما لطفی نداره، عصرش خودم میام دنبالتون. خدا بهت ببخشدش. دل بیرون رفتن نداشتم، چیزی تو خونه نیست. چایی که میخوری؟ از سه تا حالا این برون بر کارت میدادی. چیزی میخواین برم بگیرم؟ نه مادر. دلم به امید خوش بود، اونم ازم گرفت. انشالله عروسی رضا. رضا بر نمیگرده. خبری شده خواهر؟ قدیر داره میره خارجه با زن و بچه بونکم. لقد آخرم به هم زد، اینجا رو به اسمم کرده، قبالش بر تاخچه است. سر زهری بود که قدیر زفلو فرشته زفلو. این چی؟ برگ عوارضه، باید نگهش داریم.
خانم فرشته زفر بود شما؟ بله. بسیار. شما باید به پلیس فرودگاه مراجعه. سلام جناب سروان. من ایشون هستن؟ بله سرکار. بابا شما همسر قانونی این آقا هستین؟ بابا صبر کنین خانم. بابام بیرونه جناب سروان. بابا بابا چیه؟ ایشون داماد شما هستن؟ سلام جناب سروان. سلام آقا. بله دومادم. مناظر بفرمایین. البته این یه اختلاف کوچیک خانوادگیه که همیشه و همه جا هست، بین پدر و فرزند، دوماد و پدرزن. جایی هست که بشه دو کلمه با هم صحبت کنیم؟ بله بفرمایین. البته پلیس محرم همه هست، اونطور چیزایی هست که خصوصی باید صحبت کرد. بفرمایید اون اتاق. یا برو بشین. بگو چی میخوای؟ من فقط قباله ازدواج احتیاج داشتم. چرا راستشو نگفتی؟ خریه آدمه دیگه، بی خودی حرفشو نزنی. یه ساعت دیگه هواپیما میپره و باید بریم امیر. میتونی بری؟ باشه. میبرمش سر سامونش میدم و برمیگردم، راضیت میکنم هر جور که تو بخوای، جبران میکنم امیر. من جای پدر تو هستم. من که به تو بدی نکردم. بدون فرشته. میتونی بری؟ باشه. میبرمش سر سامونش میدم و برمیگردم، راضیت میکنم هر جور که تو بخوای، جبران میکنم امیر. من جای پدر تو هستم. من که به تو بدی نکردم. بدون فرشته. داره نهل میکنم و میفروشم، جوجه رو عوض بلبل رنگ میکنم. تو که منو میشناسی؟ اینجا حل نشه بیرون حلش میکنم، اما به نفعت نیست، ضرر میکنی. به اون پیرزن فکر کن، به مادرت، عزیزت. بدون فرشته میری. چشت به آجان افتاده؟ بهت گفتم من طرح و نقشه ای ندارم، یادته؟ بهت گفتم من زن نمیگیرم، یادته؟ بهت گفتم من خارج نمیرم، یادته؟ یادته؟ آه؟ چه خبره؟ بفرمی. چیزی نیست جام سروان، یه مشکل کوچیک خانوادگیه، حل میشه. شما بفرمی، نگران نباشیم. بفرمی. باش برو تو اون اتاق، باش صحبت کن، رازیش کن، هر طوری میتونی رازش بکن. نمیتونم فرشته، نمیتونم،
دیگه نمیتونم مانو، دیگه نمیتونم. سرکار من با ایشون و خانومشون کاری ندارم، فقط میخوام زنمو ببرم خونه. چوالق پاپتی طلاقش ازت میگیرم با یخنه تو رو. اینجا دفتر پلیس آقا، بل کنی. بفرمی. بفرمید بشینید اینجا. باش بریم فرشته. باشو. دیگه نمیتونم. شدم امید، کجا بودی تا حالا؟ فرشته رو بردم خونه. خوش اومدی دخترم، قدمت رو چشم، الهی قربونت برم. برو تو مادر. بسیم خود یا مادر جو، همه چیز انشالله درست میشه. خسته ای، برو تو اینه تا خستگی تو در کن. شام خوردیم؟ چیه؟ چرا ماتت برده؟ مگه نمیخواست اینجا رو قصرش کنی؟ ها؟ بیا، چه، ویلش بگیر. میدونم با جایی که توش زندگی میکردی خیلی فرق داره. همینه، همینجاست که باید قصر بشه. تو میخواستی؟ قصرش کن. آخه تو از جون من چی میخوای؟ چرا دست از سر من بر نمیداری؟ گناه من مادر مرده چیه؟ میخوای من برای چی کار کنم؟ بگو! بگو چی میخوای؟ بگو! فرشته خوابی مادر؟ غذا نمیخوری؟ گشنت نیست؟ چیزی میخوای برات بیارم؟ واسهت ملافه آوردم. منزل آقای جوادی؟ بله، بفهمی. این چمیدون آقای زفرلو دادن. دیشب رفته بودم فرودگاه بدرقه برادرم. مگه رفتن؟ بله، با همون پرواز آمر روم بودم. ازم خواهش کردن این چمیدونو به فرشته خانم برسونم. خیلی ممنون، باعث زحمتتون شد. زحمتی نیست. فرشته خانم تشریف دارن؟ من شوهرشون هستم. ببخشید، منم بختیاری هستم. بفهمی تو؟ ممنونم. هر حال وظیفه بود، خیلی ببخشید.
اینه بابات فرستاده. اونا رفتن. تو مفکر میشناختی؟ همون که چمدون رو بود؟ من کسی رو ندیدم. بازش کن. اون تو فقط یه سری لباسای شخصی. بازش کن. بازش کن. به اون دست نزم. چرا؟ تو نباید اونو بخونی، بدش به من. ده؟ با تو وردار امیر، خواهش میکنم تو نباید اونو بخونی، خواهش میکنم بدش به من امیر. از که یادت رفته من شوهرتم. به درک بخونش. بخون، یه پیغامه، یه رنج روبر، مردی که اصلا نمیشناسیش میتونه هر جایی که بخواد ببرتت. امیر، اون دفتر رو بده به من. چرا؟ نوشته های اون دفتر چه خصوصیه، تو نباید اونا رو بخونی. خصوصیه؟ مثل اینکه یادت رفته تو زنمی. باور کن امیر، من نمیخواستم به اینجا بکشه، نمیدونستم. گناه من فقط اینه که بابا میلیاردره، خونمون الهیه است، ماشینمون بنزه. چقدر این جمله ها رو تو مغزم مرور کردم. میشم همدم تو و مونس عزیزت. اگه آدم پاکی نبودم، اگه نانجیب بودم، اگه آدمی بودم که عاطفه سرش نمیشه، خیلی پستی امیر. چی پسته؟ من یا تو؟ طلاقم بده، آزادم کن، بذار برم، از این شکنجه راحتم کن. من اشتباه کردم، نباید تن به این بازی میدادم. از من چیزی نمونده امیر، فکر تلافی نباش، بذار برم، منو به حال خودم بذار، کمکم کن امیر، بذار برم. کجا؟ اینش مهم نیست، مهم اینه که اینجا نباشم، نمیتونم تو چشات نگاه کنم. تو نمیدونی چه خوره‌ای به جونم افتاده، حاضرم بمیرم، حاضرم سر به بیابون بذارم، برم یه جایی که خودم باشم و سایم. میر، تو رو به جوون مردید قسم، تو رو به جون عزیزت، راحتم کن، راحتم کن. باشه، اگه فکر میکنی اینجا قفسه آزادت میکنم، اگه فکر میکنی من زندانبانتم، طلاقت میدم. دوم تیر ما، چه تصمیم احمقانه. ممکن بود واقعا خودم رو بکشم. چرا دست به اون کار بچگانه زدم؟ چرا به حرفای مامی گوش نکردم؟ چرا قرصای خواب و با قرصای ویتامین عوض نکردم؟ این دیگه جنگ من با خودمه. چرا موقعی که مامی به صورتم پودر میزد که وانمود کنه شب قبل تو بیمارستان بودم، به خودم گفتم نان عجیبم، بیریختم، بیسوادم، حرف بزن. چرا از من فرار میکنی؟ چرا فکر میکنی من لایق تو نیستم؟ اون حرفا صادقانه ترین حرفای عمرم بود. اون قرصا رو بریز دور. واقعا میخوردمشون. Come on!
چک برگشته دیگه نمیتونه چکارو میگه. الو، بله قربونت خودت یک کاریش بکن. گوشی دستتون بزن. بانک تجارت میگه دیگه نمیتونم کاری بکنم، برگشت بزنم. بانک تجارت، بانک صادرات، دیگه دارم دیوونه میشم. الو گوشی، شما اینجا این والا به خودت دیوونه شدیم. شما خبر ندارین آقا کجاست؟ چطور مگه؟ دیشب آقای متقی تماس گرفتم ولی سوز رفتن کسی در باز نکرده. حالا بگی ما چی کنیم؟ ایشون راننده شون هستن میپرسی این تکلیف به همه روشن میشه. آقا کجاست؟ مگه خبر نداره این رفته خارج؟ بیا بالا خدا نشست که من بود که من چی کار دیگه بالا خبر من بود. پیش قدیر بشناسیش که قدیر زفر رو. آره آمده بودم دخترش رو ببرم، بار دادم فردا بذارمش رو پاکست. قدیر رو تحویلش ندی میکشم از کلانتری. داری میری خب بیا پایین. ماشینو بزن رو چار، آقا میخواد ببیندش. خوب زیر و روشو ببین، فردا نگه تصادفی بوده. تو مثل که یه چیزیت میشه. چطور مگه؟ بهت گفتم قدیر رو نبینم میچشونم از کلانتری. اونجا درگیر میشدم برد با تو بود، اما اینجا واسه خریدن ماشین اومدی. اون کاغذی که دادی در خونم چه؟ میتونه ساختگی باشه واسه کلا برداریم با همین شونی. آره از اینم ربون تا توفیلش اینه یه فصل کتک هم میخوری. خیلی ترسیدم جونت. از برو نیستی. قدیر کجاست بگو. Yeah!
سلام. خدا مرگم بده مادر، چی شد؟ قول نکن عزیز، چیزی نیست. چطور چیزی نیست؟ ببین سر و صورتت چی شده؟ عزیز برو یه حوله بیار. دعوا کردی مادر؟ شام خوردین؟ نه، منتظر تو بودیم. نهارم هنوز نخوردم. برو سفره رو بنداز عزیز. بمیرم الهی برات. سلام. سلام. شام حاضره، نمیخوری؟ نه. اعتصاب غذا کردی؟ میل ندارم. ببین میتونی همین فردا بری هر جا که دلت بخواد، پیش بابات، خارج، چه میدونم، هر جا. طلاقم دادی؟ مگه نگفتی اینجا زندون منه؟ مگه نگفتی میخوای آزاد باشی؟ اینطوری بهتره. صبح میرم، منو ببخش امیر. دیشب تو حالا غذا نخوردی؟ نمیتونم. شب بخیر امیر. شب بخیر. اول خرداد ما دیشب بابام با هم حرف زد. خیلی باهوشه این پدر من. وقتی قضیه رو برام گفت حسابی جا خوردم. باید یه جوری وانمود کنم که عاشق امیرم. من باید ویزای آمریکا بگیرم، باید یه شوهر مصلحتی داشته باشم. یعنی میتونم گولش بزنم. خدای من چه بازی پرهیجانی. بابا میگه امیر خیلی ساده و کیه؟ پدرمه. چه اتفاقی افتاده؟ همه چیمونو بردن آقا، هرچی داشتیم و نداشتیم بردن. حالا میخواین چیکار کنیم؟
همه چیمونو که از دست دادیم هیچی، میترسم پدرم هم جون سالم به درنم هست. مستحصن خدا جواب زن و بچه هم چیم خب بالا کشید رم. پول عروسی بچم رو بهش دادم. خانم تو که خودت رو کشتی. سرکار سرکار آوردنش آوردنش. اینه هاش اینه هاش، همینه که پولای من رو خود به خدا خودشه. همینه، از پول من باغبونم نگذش. سرکار شد یه کاری بکن. برای کنار زهرا بیا. اجازه بدید. چقدر بود پول شما آقا؟ آقا اینا پول همه رو خوردن. 35 سال تو فیلم ها سیاهی لشکر بازی کردم، این بی پدر همه رو بالا کشید، یه عمر زحمتم از بین رفت. من فقط حسابدارشون بودم، باور کنه سر. ببخشید یه لحظه، مورد فراریه، احتمال درگیری میده. متشکرم، کمک بفرستید. قربونه خانم زفرلو. فرشته خانم. سرکار کسی که اون دو فرشته خانم. فرشته خانم. خانم زفرلو. فرشته خانم. چی نخوردی؟ میخوای بریم یه چیزی بخوریم؟ بابام رفته؟ تا اونجایی که یادم میاد پیتزا خیلی دوست داشتی. دو تا نوشابه بدیم به آقا. خوشمزه است، یه خورده بخور خوشت میاد. من اینطوری هم از چیزی که خوشم نیاد نیم. آدم عجیبی هستی. چند کردی؟ تو چرا نمیخواستی من اون دفترچه رو بخونم؟ همینطوری خوندمش. کی؟ اون صبح وقتی اومدی از رو میز برش داشتم. پس اتفاقی دمه در شرکت اومدی؟ نه، همه جا دنبالت بودم. میدونستم با آژانس بودم. یکی از رفیقان پشت فرمی بود. کاش نخونده بودی. اصلا فکرشم نمی کردم. بابام پولای مردم. تو میدونستی چی شده؟ واسه همینم منو فرستادی نه؟ کارو بدی کردم. نه، تو این دو روزه خیلی چیزا رو فهمیدم، ولی خیلی سخت بود. بابام رفته؟ میخوای ببینیش؟ اون فرستاده بود تو رو بزنن؟ نه، بابات سابق به من خیلی محبت میکرد، حس میکردم خیلی دوستم داره. دو سه ماه پیش که بهم گفت بیام عقبت تو زمین تنیس، فکر کردم واسه خاطر اطمینانیه که بهم داری. همه چی فرق میکرد. کارای بانکیشو میکردم، پولاشو میبردم این ورون ور میرفتم. اصلا فکر نمیکردم بخواد پولای مردم برداره دره. خیلی آدم خوبی بود، به همه کمک میکرد. نمیدونم تو میدونستی؟ نه ملوک. ملوک؟ آره ملوک، زن اول بابات، مادر رضا. این دروغه، اون مرده 20 سال پیش، قبل از اینکه بابا با مامی ازدواج کنی. به درست گفتم، واسه شماها مرده،
اما واسه خودش هنوزم نفس میکشه. روزگار چه بازی هایی داره. 18 سال آرزوی دیدن تو دارم. چقدر بزرگ شد. عکس تو 4 سال پیش رضا برام فرستاد از خارجه. بیا تو. همینجا خوب. بیا تو مادر. بابا سلام بابا سلام رفته بودم شرکت تو راه روی شرکت پر بود از زن و مرد پلیس روزنامه ها تلویزیون همش تقصیر توه تقصیر توه بی دست و پاس ارتنش دیگه کاری بکنی پسر نفهمه پاشو بیای بیرون چرا بابا چرا به من دروغ گفتی عجب شانسی من دارم اون پسرم اینم دخترم یک قطره از خون من تو رگاتون نیست اگه دیروز اومده بودی رفته بودیم کلک کرده شده بود که چی بشه خودمو بسپرم دست یه مرد غریبه کسی که نه دیدم و نه میشناسمش من فرستادمش چی آوردن اینجا؟ امیر میدونم من اینجا؟ نگران نباشی اگه میخواست حالا لوتون داده بود مگر دیوار کسی بالا رفتم کلی کارخونه و مستقلات و ملک و املاک دارم مردم میلیارد میلیارد میچاپن، میخورن، میبرن آب از آب تکون نمیخوره و چهار تا چک ما برگشته شده پیرن عثمون عجب مملکتیه والا کدوم خونه؟ کدوم کارخونه؟ مگه همه رو نفروختیم؟ برای من کاراگاه کلومبا شدی؟ راه افتادی دوره صورتبرداری میکنی؟ یکی نیست به من بگه عمو برای چی؟ برای کی؟ ما تو چقدر عمر میکنی؟ تمام عمر اگه روزی سه بعد تلام بخوری داری برای خاطر تو و اون داعش بیارزت برای اینکه شما بتونین توی کشور دیگه راحت زندگی کنین برای خودتون آدم باشین کسی بشین من نمیخوام با پول مردم زندگی با آبرویی داشته باشم من میخواستم برم آمریکا اونم شما تو سرم انداختین ولی نه اینجوری نه با پول مردمی که همه چیزشون رو فروختن و پولش رو سپردن دست شما چی اینا رو یادت داده؟ با چشمای خودم دیدم امروز جلوی شرکت سنگ سارم کردن با تخم و مرغ گندیده زدن تو سرم میخواستن بکشنم فقط برای اینکه دختر شما سلام کجا بودی؟ آروش مامی اومدم باهات حرف بزنم یک ساعت منتظر بفرمایید تو خانم میخوام تنها باشم باشه بفرمایید تو اتاق فرشته بریم تو مامی
دهم تیر ماه. دیگه نه نقشه های بابام برام مهمه و نه آمریکا و نه هرس و جوشای مامی. به هم برخورده. اون داره غرور منو میشکنه. باید به زانو درش بیارم. انتقام دادی رو که امروز سرم کشید ازش میگیرم. 15 تیر ماه. چقدر از خودم بدم میاد. تو محضر وقتی خطبه رو میخوندن نفسم بند اومد. بغض داشت خفم میکرد. مامی تو باید حال منو درک کنی. چطور دلت راضی شد کارم به اینجا بکشه؟ اوایل برام بازی بود. تو که میدونستی چرا گذاشتی؟ خیلی بیرحمی مامی. واقعا من شوهر کردم؟ همیشه لحظه عقد برام یه لحظه مقدس بوده. ولی اون روز یه مرتبه حس کردم که همه زندگیم دروغه. چقدر سختم بود وقتی دیدم امیر اونقدر صادقانه به من نگاه میکنه. امیر ازت خواهش میکنم، بهت التماس میکنم بذار فرشته بیا. نخواه وضع از این بدتر میشه. ما دیگه جایی توی این مملکت نداریم، باید بریم. زفرلو بدون فرشته نمیاد. صبح میام میبرمش. قول میدم یه ماهه بریش کردنم. خودش باید تصمیم بگیره. ممنونم امیر. امیر خوابی؟ نه. من نمیدونم باید چی کار کنم. خوابت نمیبره؟ میخوایی یه قرص آرام بخشی چیزی برات بیارم؟ نه. مشکلی که نمیتونم تصمیم بگیرم. بابام بدون من نمیتونه بره. تنها من یه دختر رو داریم. اگه نرم اون میمونه و مشکلاتش. زندان، بدبختی. مامی میگفت پولا تو خارج به اسم منه. مخم دیگه داشت داغ میشد. اون شب تو فرودگاه اصلا باورم نمیشد که بدون تو نتونن برن. خیلی فکر کردم. پس تو گاف صندوقشی، دخترش نیستی؟ نه، اینطور نیست، امکان نداره. چرا همینطوره؟ برای اینکه نتونن ازش بگیرن. برای اینکه پلیس بین المللی نتونه پولا رو ازش بگیره. بابا تو خارج وکیل داره، نه؟ آره، مطمئنم همینطوره. سلام مام. اگه نمیذاش بیای کاری باش میکردم کارستون. اون با ما میاد. کجا؟ من باید با بابا حرف بزنم. بچه بازی در نیار دختر، ما باید فردا صبح تبریز باشیم. اگه چیزی که گفته درست باشه من نمیام. نمیای؟ نه مامی، تو حالا هر چی خواستی کردی، هر چی گفتی گوش کردم. تو منو تو این بازی انداختی. فکر میکردم منو میخوای. فکر میکردم به خاطر خودمه. سلام. بنزین رو بعدم میتونیم بزنیم. خانم ممکنه تو را بمونیم. فکر نمی کردم تا کرج بخوام بریم. نگران نباشیم خانم، میرسیم.
قطار چقدر اینجا توقف داره سرکار؟ 10 دقیقه بوده. 10 دقیقه؟ بله. کمه که. بسیار زحمت یکی رو پیدا کردم که از راه کردستان خارج میکنه. نظر وضعمون از این خرابتر بشه. من باید با بابا حرف بزنم. زندون، بی آبرویی، جنجال. ما دیگه نمیتونیم تو این مملکت بمونیم. من همه ی حرفامو زدم. نجوم بازی نکن دختر. این نفعی بازی نیست. برای همینم باید با بابا حرف بزنم. گوش کن فرشته. من خب دیگه تو باید بری. مگه تو نمیای؟ نه قرار شد خودت تصمیمتو بگیری. من بیرون باشم بهتره. اونهاشش اومد. سلام. اومدین بیا. سلام بریم. من باید با شما حرف بزنم. باشه تو قطار بریم. من باید با شما حرف بزنم. تو قطار بریم. باید بدونم چرا بدون من نمیری. واقعا به خاطر پولاییه که تو خارج به اسم من گذاشتی؟ مجبور شدم، نمیخواست بیاد. بریم لس‌آنجلس بهت میگم. خواهش میکنم جواب منو بگی. تو فرودگاه خیلی خوب. خواهش میکنم. موقع پرواز میگم. ولی من باید بدونم. شما باید به من بگی. رسیدیم امروز. من الان باید بدونم. سه روز بعد قدیر ظفرلو در کوههای کردستان به وسیله پلیس مرزی ایران دستگیر و به دادسنقلاب تحویل داده شد. پولهای مالباختگان به وسیله دخترش فرشته به ایران منتقل و توسط مقامات زیربط به نسبت بین آنان تقسیم گردید.